به دنبال بیرون ریختن باند مغلوب از مجلس ارتجاع، کیهان خامنه ای که تا پیش از این هر گونه دم زدن از مذاکره و پذیرفتن FATF را خیانت توصیف می کرد، در رویکردی جدید نوشت: عضویتمان در سازمانها و نهادهای بین‌المللی باید توسط مدیران مجرب و متخصص بررسی و پیگیری شود، نه توسط عده‌ای از مدیران بی تجربه و ناآشنا با امور جهانی و جمعی لجباز که فقط به فکر انتقام گرفتن از جناح‌های سیاسی مخالف خود می‌باشند. زیرا برای همکاری و الحاق به نهادهای بین‌المللی باید مذاکرات فشرده‌ای صورت گیرد تا امتیازات خاصی به نفع نظاممان به دست آید. کیهان به نقل از محمد رضا سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی رژیم افزوده است: عضویت جمهوری اسلامی ایران در تمام نهادها و سازمانهای بین‌المللی، معاهدات و کنوانسیونهای جهانی، همچنین همکاری با گروهها و مجموعه های معتبر فراملیتی امری ضروری و لازم می باشد، اما به شرطها و شروطها. کیهان خامنه ای که این لحن مذاکره جویانه را به نقل از خبرگزاری نیروی تروریستی قدس انعکاس داده، برای لاپوشانی شتاب مذاکره جویانش به صورت بی‌قافیه‌ای به باند مذاکره جوی مغلوب حمله کرده و افزوده است: در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، آب از دهان عده‌ای از مسئولین کشور به راه می‌افتد و بدون اینکه مضرات و خطرات این الحاق و همکاری را در نظر بگیرند، با سر شیرجه می‌زنند داخل استخر سازمان‌های جهانی. آن هم بدون اینکه عمق جایی را که می‌خواهند شیرجه بزنند از قبل سنجیده باشند و در نتیجه بر اثر بی‌تجربگی و ناآگاهی با مغز فرو می‌آیند به داخل آب و سرشان به ته استخر اصابت می‌کند، که عواقب این شیرجه می‌شود ضربه مغزی که شاید منجر به مرگ مغزی نیز بشود. ولی پیام این تسلیم طلبی نهفته در کیهان و خبرگزاری نیروی تروریستی قدس را مهره‌های باند مغلوب دریافته و اعلام کردند: هدف خامنه ای از یک دست کردن مجلس مذاکره با آمریکاست، نه تشدید تضاد با جامعه جهانی. علی مطهری، مهره حذف شده از نمایش انتخابات، گفت: اصولگرایان اگر به قدرت برسند مذاکره با آمریکا و FATF را میپذیرند. جاوید قربان‌اغلی، مقام سابق وزارت خارجه و از مهره‌های باند مغلوب، نقش مسیر باند خامنه ای را در خیز برای بیرون راندن باند مغلوب از هرم قدرت زمینه‌سازی برای مذاکره عنوان کرد و گفت: مسئله FATF نیز درگیر منازعات سیاسی داخلی شده است. مشخصا جناح اصولگرا نمیخواست این امتیاز را به دولت بدهد. از این رو نسبت به تصویب لوایح CFD و پالرمو پس از آغاز به کار مجلس آینده خوشبین هستم. با توجه به برسر کار بودن اصولگرایان، آنها به منظور زمین سازی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این لوایح را به سرانجام میرسانند تا گشایش هایی در عرصه اقتصادی ایجاد شود. نظام پس از تغییر فضای سیاسی کشور در عرصه انتخابات و مستقر شدن مجلس 11 این مسئله را حل و فصل خواهد کرد. ناظران مسائل ایران میگویند بار دیگر نظام حاکم دچار توهم شده و فکر میکند دوران مماشات با رژیم است و میتواند با خزیدن به پای میز مذاکره برای خود آینده بخرد، در حالی که آینده ایران را مردم به پا خواسته که هدفشان برای تغییر را با مهر باطل بر تمامیت نظام اعلام کرده اند رقم خواهند زد.